وقتی ما خدا رو خوب میشناسیم مسلما ما به خوبی میتوانیم این رابطه شناخت رو به اعتماد و امید وصل کنیم و تقویت بشیم و چون تقویت میشیم خوب میتونیم به خدا تکیه کنیم مبشری در یکی از کتابهاش مینویسه که این مبشر مبشر بسیار قدیمی هست مال دویستیصد سال پیش هست میگه شنیدم در سرزمینی قحطی آمد و من رفتم در اون سرزمین برای اینکه بتوانم هم کمک اون مردمی بکنم که اسیر این قهدی شدن و مشکلات هستن و هم بتونم خبر خوش نجات رو به گوش اونها برسانم میگه وقتی وارد اولین شهر شدم و با چند نفر گفتگو کردم شخصی رو دیدم چقدر آرامش داره و چقدر شاده تو اون شرایطی که همه پر از استرس و نگرانی بودن به خاطر شرایط مالیشون نگاه دیدم لباسش که میانند لباس بقیه لباس عادی پوشیده گفتم خب پس این نمیتونه آدم ثروتمندی باشه بعد دیدم کسی هم به این احترام آنچنانی نمیذاره مانند انسانهای معمولی باش برخورد میکنن و میگه من نزدیک اون شدم و بهش گفتم ببینم تو تو همین شهر زندگی میکنی گفت بله گفت ببینم تو از نظر ثروت اینا تو چه وضعیتی هستی تو نگران نیستی الان قحطی شده اینجا گفت نه من نگران نیستم چون من اربابم یک شخص خیلی ثروتمندی هستش و من اونو خیلی دوست دارم و بهش وفادار هستم و اون از وفاداری من آگاه هست و اونم منو خیلی دوست داره و من مطمئن هستم که این ارباب من و خانوادم رو هرگز رها نمیکنه و به ما کمک خواهد کرد برای همین اصلا نمی ترسم این مبشر میگه بعد از این من دمجب پیام روحانی گرفتم اگر من بتوانم به این خدایی که ثروتش نامحدوده محبتش نامحدوده امیدی که من میده نامحدوده محدود نیست همین اعتماد رو داشته باشم واو چگونه میتونه یک مشکلی در برابر من قرار بگیره و من نیز بترسم شاید نیز اعلام میکنه توکل بر خدا کن کفایت میکند حتما توکلی که معنای درست داره با یک شناخت درست اگر خالص شوی با او صدایت میکنه بهت امید میده